حسین ساعت‌های آخرین روز از رزمایش اقتدار 99 همه چیز آرام به نظر می‌رسد. ناگهان طوفانی به پا می‌شود. 12 فروند بالگرد 214 هوا نیروز در آسمان ظاهر می‌شود. بالگردهایی که حامل نیروهای واکنش سریع نیروی زمینی ارتشند. تیپ 223 نیروی مخصوص با عملیات متحرک هوایی و گشودن آتش به روی دشمن قدرت فکر کردن را از نیروهای بیگانه می‌گیرد. نیروهای سمت راست آتش. این عملیات یک عملیات تاخته که به صورت هماهنگ در حال اجراست. با آتش سنگین این نیروها جهنمی برای دشمن به پا می شود. سپس تیپ 223 با پشتیبانی بالگردهای هوا نیروز در کمترین زمان از منطقه خارج می شود. پایگاه دشمن رو منهدم بکنن و مجددا برداشت بشن و برگردن به پایگاه اصلی خودشون و این برای ما قابل قبول بود. این نیروها تاریکی شب رو هم به فرصت تبدیل می کنند. بالگردهای هجومی 214 مجهز به سیستم پرواز در شب همراه با اجرای عملیات هلیبورن هر تحرکی را می‌بینند و به سوی اهداف شلیک می‌کنند. هوا نیروز قهرمان ما به این فناوری دست پیدا کرده که بالگردهاش مجهز به سامانه‌های دید در شب بکنه به این شکل که در دل تاریک شب هم ناوبری خوب انجام بگیره، هم هلیبورن انجام بده و هم به طرف اهداف تیراندازی بکنه. این عملیات ها با استفاده از سامانه بومی پایش الکتروپتیکی سیار جلال پایش و کنترل شد. همزمان با این رزمایش پهپادهای پیشرفته ارتش با اشرافی اطلاعاتی شناورهای بیگانه را در آبهای بین المللی منطقه رزمایش رصد و شناسایی کردند. این رزمایش پیامی هم برای دشمنان ملت ایران داشت. ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصمم هستند که از آرمانهای خود، از ارزشهای خود، از حدود و ثغور کشور خود دفاع کنند و در راه آرمانها و ارزشها و حدود و ثغور و نام ایران عزیز با هیچ کسی شوخی ندارند. رزمایش بزرگ اقتدار 99 با اجرای عملیات‌های مشترک هوابرد و عملیات‌های ترکیبی و با بکارگیری انواع سلاح‌های سبک و سنگین به مدت 2 روز در سواحل مکران برگزار شد.